سوره انعام جزء 7 آیه 28 تا 35. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نه چنین نیست، بلکه آنچه را که پیش از این پنهان می کردند برایشان آشکار شده و اگر باز گردانده شوند بی تردید به آنچه از آن نهی شده بودند باز می گردند و اینان دروغ گویانند. و قالوا این هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. و گفتند هیچ چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان باز داشته شده اند ببینی می فرماید آیا این حق نیست؟ گویند چرا، قسم به پروردگارمان حق است. می فرماید پس به سزای آنچه کفر می برزیدید عذاب را بچشید. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند قطعا زیان دیدند. هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید گویند ای افسوس بر ما که در باری آن کوتاهی کردیم و آنها بار گناهانشان را بر پشت های خود حمل می کنند چه بد باریست آنچه را حمل می کنند. و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و سرگرمی نیست و قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یقینا ما میدانیم که آنچه میگویند تو را غمگین میکند، پس آنها در حقیقت تو را تکذیب نمیکنند بلکه این ستمکاران آیات خدا را انکار می کنند. ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
و به راستی پیام برانی پیش از تو تکذیب شدند و در برابر تکذیب ها صبر کردند و در این راه آزار دیدند تا یاری ما به آنها رسید و هیچ کس نمی تواند کلام خدا را تغییر دهد و بی گمان اخبار پیامبران به تو رسیده است. و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. و اگر روی گردانی آنها بر تو گران آمده است، پس اگر می توانی نقبی در زمین یا نردبانی به آسمان بجوی، آنگاه نشانه‌ای برای آنها بیاوری. و اگر خدا بخواهد آنها را بر هدایت گرد می آورد، پس هرگز از نادانان مباش.